برز یا فرامرز فروزنده، که خود فرامرز فروزنده آقا اینا اصلا هیچ وقت لبخند به لبشون نیست، مثل که از جامعه طلبگارن. خود این فروزنده اتفاقا من تو همون تلویزیون اندیشه گو آقا به من میگن تو چرا مثلا گوشترخ رو نمیخندی؟ من از پدرم از بچی گفته نخند، گفتم عجب پدری داشتی که به تو گفته نخند. حالا دیدم که خانم میرافشار همای سرشار یک مقاله نوشته درباره یهودیا. میدونی خانم همای سرشار همیشه میگه یهودیای ایرانی، در حالی که من همیشه میگم ایرانیان یهودی، چون اول ایرانی هن بعد یهودی هن. ما اول ایرانی هن بعد مسلمونیم. یک مقاله نوشته حالا خیلی زیاد، در آخر مقالهش هم برداشته که بله ما 2500 سال در ایران تو سرمون میزدن، به همون بد میگفتن فلان، و ما همیشه احساس میکردیم که در ایران ما یه مستاجریم، یه مستاجر. هیچ وقت احساس نمی‌کنیم که ما صاحبخونه هستیم، ما مستاجر. منم همیشه وقتی همچی اتفاقات میافتاد تو تلویزیون یه دو هفته هیچ چیزی میگفتم تا ببینم این همکارای ما، اینا که اینقدر ادعا دارن که اصلا درباره رسانه همگانی اکثرشون مخصوصا تلویزیون ها چیزی نمیدونن، فقط شده یک کسب ببرین، ها واقعا شده یک دکه برشون کسب. دیدم هیچی نگفتن. آمدم نشستم روزنامه رو خوندم، گفتم خانم همای سرشار، من به عنوان یک ایرانی هیچ وقت همچی احساسی درباره شما نداشتم، همیشه شما رو به عنوان یک ایرانی دیدم، ولی اگر شما همچی احساسی داشتید که فکر میکردید 2500 سال شما مستاجر بودید، گفتم عجب مستاجر بی معرفتی بودید، نمک نشناس بودید، 2500 سال که کرایه ندادید هیچی، وقتی هم خونه رو خالی کردید میخواستید بیاید از خونه بیرون، در و پنجره و آینه و لوسترش هم کندید با خودتون بردید. اینو گفتم آقا فردا توی جامعه ایرانی ها اینجا نیست چی؟ بله حقیقت رو گفتم، وقتی تو همچی توهینی میکنی که میگی ما مستاجریم، در صورتی که در ایران شما بهترین شغلا رو داشتین، بهترین امکانات داشتین، اصلا همچی حرفی نبود بین ما. آقا جواب داد، چرا جواب ندیم؟ و این خانم 3 سال با من حرف نمیزد، ولی من هر وقت هر جا میدم تو آسان به سلام میکردم. من توی یک مسئله خودش آمد با مسئله رو دروسی ندارم و خیلی مسائل دیگه جلوشون واسیدم، ولی توهین بهشون نکردم. اینه خودش هم متر. یکی از این آگی دندای ما اکبر مشتی، یه سازمان هست به نام سازمان سیامک، اینا سازمان مختلف دارن، رفته بود گفته بود که این به من آگی میداد. خب اینا در صورت بصری میدادن تو مجالس عروسی و اینا به یک مهندس هست به نام مهندس آرامنیا، خیلی مرد خوبی، خیلی هم رفیقیم با ما، با هم خیلی واقعا رفیقیم. این به اون میگه که آقای آرامنیا مهندس، من به این نادیجان آگی بدم؟ میگه ها به اون بده، به اون بده. اون انتقاد میکنه، درست هم انتقاد میکنه. آره آقا انتقاد باید کرد، ما در ایران اصلا انتقاد نداشتیم. من برنامه‌ام رو انتقاده، نگفتم یه بارم انتقادی که شخصی بشه یا کینه‌ای بشه، نه. من هفته گذشته گفتم که آقا وقتی که آقای شجره اون چیز رو میده به همه که اینو بزنی، رفتم بهش گفتم اول خودت بزن، خودت اول به ماشین بزن بعد من میزنم. تو تلویزیونم گفتم. حالا نمیخوام اسم ببرم، یک آقایی تو جامعه لس آنجلس میشناسنش، این وکیله، البته اینجا برد نتوسته رد کنه، تهان بده، با یه عده وکیل دیگه کار میکنه، برو خودمون کارچاخ کنه. آقا یه بار دیدیم اینو گرفتنش و فلانی رو گرفتن تو زندان. من رفتم دادگاه توی 15 رو دادم پرونده، یعنی یک کپی گرفتم، بله نشته که این 530 فقره
530 فقره افراد داره. خب من دو هفته چی نگفتم، آمدم نشستم گفتم آقا ایشون به من بدی نکرده، یک چایی هم با ایشون نخورد، ولی چند سالش تو جامعه همدیگر میشناسیم، احترام هم رو داریم. رو این مدرک به ایشون اتهام زدن اینا. بعد یک سال این وثیقه گذاشت، بیل گذاشت، اومد بیرون که بره دادگاه. من تو خیابون دید، گفت سلام علیکم. گفت آقای نادریزاد لحجه ایم داره. گفت آقای نادریزاد شما مثل بنده البته لحجه داره. گفت که شما تو تلویزیون درباره من چیزی گفتی؟ گفتم بله. گفت ما با هم دوستیم. گفتم آقای فلانی دوستی جای خودش. گفتم میدید چرا گفتم؟ شما رو گفتم که دومی دیگه این کار نکنه. نگفتیم به این روز افتادیم. هی سرپوش گذاشتیم، هی سرپوش گذاشتیم، هی سرپوش گذاشتیم. من و شما آواره شدیم. گفت به من اتهام زدن. گفتم منم تو تلویزیون گفتم اتهام زدن. نگفتم محکوم شدی. گفتم شما برید دادگاه. اگر محکوم نشدی من اولین کسی رو تو تلویزیون میگم. رفت دادگاه. رفتم با دوباره گرفتم کاغذشو. چون اینا که نمیدونن کجا باید برن. اینا فقط نشسته تو تلویزیون شده مردم ایران جمهوری اسلامی برن اینا ابزار اینی کالای اون مغازه شون. دیدم نوشته ایشون به 10 سال زندان محکوم شده. اما به علت همکاری، یعنی بره لو بده آدم های دیگر رو، کرده بودن 30 ماه. فکر بودم مثل که 1 سال یا بیشتر رفته بود. باقیش هم آمد تو جامعه تو انداخت که من دارم میرم اروپا، میرم آذربایجان باکو طرف ها، ولی رفت زندان. دیگه اون تو تلویزیون چیز نگفتم. آقا بله هی نگفتیم. یه گده اصلا توی این شهر رسانه کلاه همه رو برداشتن. خب این تلویزیون، این رسانه باید بالانگوی مردم باشه، درد جامعه رو به گوش مردم برسونه. وقتی چیزی نمیگن خب اون یک دی چکار میکنن؟ اشحاف میکنن به جامعه. مثل این مسعود لجن یا اون محمود مشنگ. شما نمیدید دو نفر چه کارا کردن توی جامعه ما، چقدر مقصد زنهای تنها رو گول زدن و پولای اینا رو گرفتن. مسعود لجن انگشتر یک خانمی رو که تو کار رلستر بود باهاش رفیق شده بود، انگشتر الماس قسم بود. آقا نازه چند هزار دلار قیمتش بود، خیلی هم وضع خوب بود، بلند کرد از من. چی؟ بری که آقای مسعود لجن معتاده. تو زندانه آمریکا که برین بیشترش این معتادین و الکلیست اینا هستن دیگه. نه آقا، من وقتی که تلویزیون چرازنین رو شروع کردم در 31 نوامبر 1992 برنامه گذاشتم چرازنین و میدونستم که این برنامه‌ای که من دارم میرم چی مشکلاتی در آینده بره من به وجود خواهد اومد و به وجودم آمد، چی کار اتفاقاتی به سر من آوردن. 4 دفعه به من حمله، 3 دفعه حمله فیزیکی کردن. چون وقتی شما منطق نداری در مقابل یک مسئله، یا پرخاش میکنی، عصبانی میری، فوش میری، یا فیزیکی حمله میکنی، چون دیگه منطق نداری. درباره ترکیه اجازه بدید یک قسمت رو گوش کنید. شما هم تقریبا یک چاییتون رو بخورید چون چاییتون داره سرد میشه. منم یه آب بخورم برمیگردم یک قسمت دیگه از این ترکیه میگم که چه خصوصیات خوبی هم دارن اینا که من دیدم. پس بریم به قسمت دیگه. در ترکیه مثلا شهرهای مثل استانبول، آنکارا، خب البته آنکارا بیشتر بودم، استانبول هم چندین دفعه بودم و شهرهایی که در اصل توریستیه، حالا شهرهای کوچیکش رفتم ولی مسلما همچی اتفاقات اونجا نمیفته. یکی از چیزهای خوبی که من دیدم، نمیخوام بگم 100%، ولی میتونم به جرئت بگم 80-85 حتی 90% هیچ وقت شما نمیبینی که یک جوان یک زن رو تو خیابون اذیت کنه، متلک بهش بگیره، اصلا برشون بی‌تفاوته. مثلا میبینین اونجا یه دختر میاد حجاب داره، حجاب اونجا هم با حجابی که خانمای ایرانی تو ایران انجام میدن فرق داره،
یا هیچی نداره رو بازه، اصلا موهاش آزاده، یا اینکه اگرم حجاب داشته از اینجاست. مثل همین که این خانم هست که شده ملیجه که چیز چرخنده، برخنده، الهام چرخنده، اجری اینطوریه. و خیلی وقتا شما میبینی یه دختر رو با یه دختر دیگه دارن میرن، یکیشون با حجابه یکیشون بی حجابه، اینا اصلا مطرح نیست. ولی هیچ وقت من یکی واقعا ندیدم در این چند سال که زن مورد آزار اجتماعی قرار بگیره. و یکی دیگه از چیزایی که من دیدم، اولا اتوبوس رانیشون خیلی معرکه، همیشه اتوبوس پشت سر هم میاد. شما تو اتوبوس دو نوع اتوبوس اینا دارن، یک نوع دارن که میری شما یک کارتای مثلا 20 لیر میدی میخری، یک میای اونجا ماشین میزنی تو اون مثلا 10 دفعه سوار میشی مثلا، بعدش باطل میشه و هر دفعه که میزنی میندازه که شما چقدر دیگه پول داری. اینا مال شهرداریه. یه اتوبوس های دیگه هم هست که شخصیه، مال یه کمپانیه، حالا ممکنه صاحبش میلیونر باشه. اینا اتوبوس های اینا اون وسط یک جای کوچیکی درست کردن، یه میز طرف جلوشه، یکم پشت نزده، شما پول میدی. پول قبلا بود 2 لیر، امسال البته خب به علت تورم و این وضع اقتصادیش خراب شده شده 2.5 لیر. اتوبوس گاهی میاد پره، یارو از در عقب سوار میشه، پسر دختر فرقی نمی، غیر ممکنه پولش نده. یعنی پول رو دست به دست یا میده مثلا 2.5 لیر میده میاد دست به دست میاد به یارو میدن، یا اینکه مثلا اگه 10 لیر بده میدن باقیشو برمیگردونن. یعنی من تا حالا ندیدم که یک نفر یواشکی مثلا، حالا در ایران خودمون این فرهنگ والای ما، اولا زن چقدر زن رو تو جامعه ما در ایران اذیت میکنن، چقدر آزار اجتماعی روحی به زن ایرانی میدن. کدام دختری وقتی از خونه میاد بیرون چقدر تا وقتی برمیگه بهش متلک میگن. من یه داستان تعریف کنم. من اولین باری که خب من با خانمم که اولین بار رفتیم ایران، رفتیم اونجا ازدواج کردیم، رفتم چون میتونستم اینجا ازدواج کنم بعد برم ایران، ولی بردم اولا خانم ایران با پسر خوارش هم بردم که یک بار فامیلا نگن آیه دختره کیه که از آمریکا برداشته آوردهش. پسر خوارش هم بردم که فکر نکنن مثلا میگن آره دیگه دیدی که فامیلا هم میشه فامیلای هم، مثلا اون زنهای قدیمی که کار زندگی که ندارن که همش نشستن یک چیز رو بزرگ کنن، چون حرفی بری گفته از سیاست که چیزی نمیدونن، درباره اجتماع هم که چیزی نمیدونن، کار هنری هم که اصلا دور برش نمیدونن، همین میشنن غیبت کنن شایع وجود بیرن فلان. رفتم اونجا، اونم به خاطر که احترامی به پدر مادرم بذارم، چون پدر مادرها در سنای بالا احتیاج به مال پسر ندارن، احتیاج به احترام پسر فرزندانشون دارن، حالا دختر یا پسر، احترام. خب اونجا ما عقد اسلامی کردیم و یک شیخی آمد، یادم هم هست، دارم که آقای طباطبایی بود، حالا نمیدونم این طباطبایی یا کدوم طباطبایی بود، بابام رفت اینا رو پیدا کرده بود، آمد دو نفر بود، آمدن و یه دست فامیل اینا داییم بود و یه چند نفر دیگه، خلاصه چیز کردیم، یادم هم هست قوالم $1000 کردیم. خانم هم که فارسی نمیدونید، فقط بهش گفتم موقعی که میگم سر به تو میگم بگو بله همین. حالا البته ما سر اون $1000 هم اختلاف داریم. خانم میگه $1000 من چی شد؟ میگم خب دلار هفته من بود اینجا. میگن نه، حالا دلار شده 3500 تومان. باید اینقدر من بدیم. حالا بعد اومدیم 2-3 ماه مشهد بودیم و اینا، اومدیم آمریکا. وقتی که ما برگشتیم ایران با بچه‌هام که دیگه دانشگاه تموم کردیم، رفتیم ایران، خب ما خیابون آیزنهاور میشستیم، نزدیک میدون شهیار یه کوچه بود اگه یادتون باشه، یه پمپ بنزین بود، بعدش یه پلیس را بود، یه کوچه بود به نام کوچه نورفام، تهرونی البته اگه یادشون باشه، خیابون آیزنهاور. کم کم خانمم یه خود یاد گرفت اینا، گاهی خودش میرفت بیرون کاری داشت، یه جوام گفت چرا تو این اینجا وقتی میری بیرون همش یا به تنه میزنن یا میمالن یا همش وشکولت میگیرن. گفتم ها چرا؟
شما برای که از آمریکا آمدی وشکون میگیرن دست میدن این جنسی که از آمریکا آمده جنس تقلبی نباشه جنس خوبه باشه. گفتم عزیز من از حالا شما یه بیمه باید بگیری. گفت بیمه؟ گفتم آره دو تا بچه‌هات برد هر وقت میری دو تا بچه‌هات با خودت ببر این اینشورنسته کاری که بهت کار نداره. خیلی اتفاقات به خانم من چند سالی که اونجا بودیم افتاده. حالا یک دفعه براتون تعریف میکنم. خب یه دختر یک زن از خونش میاد بیرون شاید بچهش مریضه شاید یک گرفتاری داره شاید در همون لحظه با شوهرش جر بحث کرده شاید با پدرش جر بحث کرده ناراحته میاد تو جامعه که شاید گاه وقتا یک نفس بکشه ولی اینقدر اذیتش میکنن اینقدر بهش متلک میگن گاه وقتا یک متلک های رکیک چرا آخر بعد ما میگیم ما ایرانی‌ها آدم های تعصب دار ما رو ناموس خیلی تعصب داریم بله رو ناموس خودمون تعصب داریم ولی رو ناموس دیگران تعصب نداریم آقا تو به خواهر یارو به زن یارو به مادر یارو مطلق میگه خواهر تو مادر تو ممکنه تو کوچه دیگه بگن آقا این چیزای بد رو از مغزمون بریزیم بیرون یکی هم اگه تو ایران سوار اتوبوس بشه حسن چی شد نفهمید بزن بیرون بزن بیرون بعد میان زرنگیه یعنی ما در ایران متاسفانه وقتی که یک نفر سر یک نفر کلا میذاره میگیم زرنگ آدم خیلی زرنگ بود دیدی چجوری ماشین از چنگش در آورد خیلی زرنگه بابا خانه رو دیدی چطوری سرش کلا گذاشت با اون قیمتی که نبود از چنگش در آورد این زرنگی میدونی ولی آدمی که صادق باشه درست کار باشه نخواد مال حروم ببره تو زندگیش یا بابا ولش کن آدم خیلی ساده ایه حالویه وجود داره دیگه اینا چیزی فرهنگ ماست دیگه بعد میمالی نشستیم توی تلویزیون ها همش میبالیم به فرهنگ 2500 سال و ما 7000 سال تاریخ داریم اولا داریم داشتیم چرا ما پوزش ما میدیم اونا زحمتش کشیدن اونا کاراشو کردن پوزش ما میدیم بعد نتیجه کارش شده نتیجه 2500 سال نتیجه 7000 سال تاریخ نتیجهش نتیجه این مسئله چی در اومده غلط در اومده نتیجهش اینه امروز نتیجهش اینه که من و شما آواره ایم یک عده در زیر نام خدا دوز واقعا دوز دوزو نیست که از پنجره از دیواری که بره بالا ببینید که چه اختلاسایی چه پولای دزدیدن تو مملکت از اون رهبر بالاش گرفته و خانوادهش تا پایین وقتی میشه همه از فرهنگ هرمه همش از چیز میشه بله دوستان عزیز ما برنامه من یه برنامه انتقادیه اگر تو جامعه من که تو واشنگتن که نیستم که بدونم چی کسایی چیکار میکنن ولی تو لس آنجلس اولا همکارامو اکثرا اگه 100 نفر تو این تلویزیون هستن به عنوان برنامه ساز به عنوان 90 نفرشون خوب میشناسن اینا فقط شعار میدن رو خودشون هم گفتن ولی که من باهاشون رو دروسی ندارم چون احتیاج بهشون ندارم بارا خودشون گفتن به من بابا نادی جان حوصله داری بری خودت دشمن درست بکنی برو آقا دنبال دو تا آگی بگیر زندگی تو بچرخون تو سرت مثل که درد میکنه بارا به من گفتن بری که خودشون جرأت ندارن بری که خودشون اکثرا نقطه ضعف دارن خودشون پرونده دارن پلو هم دیگه شما بشینید گاهی اوقات برنامه اینا رو ببینید اگر میبینید آقای ایکس درباره آقای ایدرک داره یه چیزایی میگه به حساب خودشون داره افشاگری میکنه تا یک خطی میره تو اون خط قرمز رد نمیشه چون اگر دو خط قرمز رد بشه اون میاد پدری رو در میاره آخه کجای شما چندین سال دیگه بابا 30 و خورده سال تو آمریکایی حالا روز اول میگفتیم قوانین رو نمیدونیم روز اول میگفتیم زبون ایران میدونیم دیگه امروز مادر منم اقلا دو کلمه یاد داره یک زن 97 ساله اقلا میگه به خانمم میگه تی میخوام یا مثلا اینا ببینین وقتی میشه اینجوری تلویزیون چی صحبتهایی میکنن درست صحبتهایی میکنن که 30 ساله کرده این نشخوار میکنن شده گفتم شده رژیم ایران و مردم ایران و ایران برای اینا یک کاسبی جنس
و باور کنید اگر این تلویزیون ها اصلا اجازه نمیداد دولت آمریکا مثل اروپا مثل جایی که اجازه دولت نمیده که مهاجرین مثلا برای خودشون تلویزیون داشته باشه شما فکر کنید اول اینا خیلی هاشون نمی اومدن اینجا دوما اگر می اومدن اینا چی کاری میخواست انجام بدن شما حساب کنید آقای ایکس که میشه تو تلویزیون شعار میده اگه این تلویزیون چی کاری میخواست بگه روزنامه نبود کجا میخواست مقاله بنویسه تو روزنامه تایمز مگزین واشنگتن مگزین نیوزپیپر نه یا مجبور بودن برن تو یک سوپرمارکت یا برن تو یک رستوران که نمیرفتن شما حساب کن آقای مثلا چه میگم حالا آباد نگن آقای شهرام همایون میرفت تو یک رستوران واسه مثلا گارسونی کنه یا بره توی سوپرمارکت کشیر بشه چون اینا کاران نکردن که اینا تو ایران یا پشت میز نشین بودن یا تو همون پارتی بازیایی که داشتن دستشون یه جا بند بود توی اداره مغازه دیگه برشون مغازه بله هیچ نوع اتحاد متاسفانه بین ماها نیست در هیچ زمینه و هر مهاجری که شما همین افغانی ها رو میبینین که بیشترشون نزدیک شهری هست نزدیک سان فرانسیسکو اکثرا اونجا برای خودشون یه انجمنی سازمانی یه جوری دارن که وقتی این نفر میاد راهنماییش میکنن کمکش میکنن تو دانتان لس آنجلس یه کوچه هست که البته ما میگیم بهش کوچه مهران تمام این پارچه فروش ها و خیلی مغازه های ایرانی زیاده و این کوچه رم این محله رم که امروز به صورت داره آمد ایرانی ها پایگذاش بودن اکثر هم کلمی مغازه کنار مغازه پارچه فروشی لباس فروشی چه میدونم کیف فروشی همه ایرانی همه جو جنس همه ایرانی بودن و اونجا رو آباد کردن از بسی که برای هم دیگه سوسه اومدن و برای هم دیگه کارشکنی کردن اینا بعدم یواش یواش کره‌ای آمدن کره‌ای اول آمدن برای اینا شاگردی کردن حالا اون منطقه اون کوچه مهران اکثرش متعلق به کره‌ای شده از اختلافات اینا که با هم داشتن که اختلافاش هم وقتی نگاه میکنی سطحی و یه مدارش مالیه استفاده کردن هوای هم رو داشتن و او کوچه مهران شد متعلق به کره‌ای حالا که میری اونجا بیشتر کره‌ای و کره‌ای وقتی یک نفر از کشورشون میاد اینجا خبردار میشن چون جایی دارن انجمنی دارن محله دارن که خبر میشن دو نفر از کره‌ای موظفن برن فرودگاه لس آنجلس اسم طرف رو هم نوشتن طرف اصلا نمیشناسن یارو که میاد اسمش اونجا محتمل سوار ماشینش میکنه میورنش انجمن برش جاب میگیرن و کره‌ای هم تقریبا مثل مکزیکای تو یک اتاق تو اتاق میبینی 5 نفر با هم زندگی میکنن بعد که وقتی جا افتادن وضع مالیش رو کنید جدا میشن در صورت عزیزان انشاءالله که یه روزم یه اتفاق بیفته نمیگم ناگوار که بین ما او اتحاد همبستگی وجود بیاد و به اون تاریخ گذشتمون که اینقدر بهش افتخار میکنیم و 7000 سال تاریخ داشتیم و حقوق بشر اول مال ما بوده بله حالا داریم دنبال حقوق بشر میدویم مال ما بوده و ما ایطوری بودیم و ایطوری بودیم امیدوارم یک روزی دوباره به همون اصل ریشه اولمون برگردیم امیدوارم شاید هم دورای ما نباشه دورای بعد شاید ایشالله باشه خب دوستان بریم باز به قسمتی از برنامه های گذشته بهتون نشون میدم البته یه مسائل دیگر من میخواست حالا مطرح کنم که در ذهنم بود ولی حرف تو حرف اومد و مسائل مختلف یادم رفت حالا ایشالله میذاریم باقیش هفته دیگه پس قسمت های دیگه از برنامه رو میبینیم
و گاهی اوقات هم حالا نمیدونم زمان حال، ولی در گذشته توی یک محله میگفتن یارو باج میگیره و کسی هم که باج میگیرفت و او کسی هم که بهش باج میداد چند خصوصیات داشت دیگه. طرف خیلی گردن کلوف بود، بزن بود، گفت آقا بهش باج بدیم چون میترسیدن. یا طرف یک مقامی در اون جامعه داشت و اون طرفی که بهش باج میداد که اون میگفتن رشوه، که در آینده بهش یه پست بهتری بده. دو هفته پیش توی برنامه بدونی که به کسی انگ بزنم توهین بکنم با مدرک فقط سوال کردم از آقای شهرام همایون که آقا این روزنامه رسالت این نوشته و این کتاب هایی هم که شما چاپ میکنی بدون اجازه ناشر و نویسنده کتابه، اینها خلاف شرفه، خلاف انسانیت، خلاف اون آزادی دموکراسی که شما درباره صحبت میکنی. سوال کردم که هیچ وقت ایشون هیچ وقت جواب نداده، چون فکر نمیکنم جوابی بری کار داشته باشه. در چند سال پیش البته یه بار توی تلویزیون همین انتقاداتی کرده بودم، ایشون گفتن که بله این نادرنژاد اومده از من رشوه گرفته، باج گرفته و من چیکارش دارم. بعد از مدت سکوت کردن، باز دوباره بعد از پخش و برنامه تو تلویزیون نشستن که یک فردی توی جامعه هست توی تلویزیون ها رشوه باج میگیره. مسلما منظورش من بودم. بنده اولا گردن کلوف نیستم، بزن باهادر نیستم، دوم من واقعا مقامی ندارم، پستی توی جامعه ندارم که بخوام به یک نفر پست بدم که ازش باج بگم یا رشوه بگیرم. حالا اومدیم ما از ایشون رشوه گرفتیم، رشوه گرفتیم، چرا ایشون به من رشوه دادن؟ دلیلش چی بوده که به من رشوه دادن؟ نقطه ضعفی داشتن که به من رشوه بدن که دهنمو ببندم؟ و خیلی جالبه تمام افرادی که به عنوان برنامه ساز یا همکار در این تلویزیون ایشون دارن کار میکنن همشون دقیقا از نظر خانوادگی، از نظر شخصی، از نظر کرکتر منو میشناسن، خوبم میشناسن. یک کدومشو تا حالا جرأت نکرده از آقای شهرام همایون حتی در خلوت بپرسه آقای شهرام همایون حالا او آمد باج گرفت، شما چرا به ایشون باج دادی؟ چون میترسن بپرسن، چون میترسن یه بار نونشون قطع بشه، همه دنبال امرار معاشن، حالا به چی قیمتی معلوم نیست. یک روزی در 11 می 2006 آقای رضا رهسپار که دوست مشترک ما هست، دیدم یک چک 500 دلاری آورد به من داد. گفتم این چیه؟ گفت اینه آقای شهرام همایون داده که بدی برای پناهنده ها. دیدم که روی چک نوشته محسن نادرنژاد. گفتم چرا محسن نادرنژاد نوشته؟ گفت خب لابد نمیدونسته. من آمدم در 17 می 2006 اینو تو برنامه آپادانا که اون موقع برنامه داشتم به نام رنگ ها و نیرنگ ها این چک رو نشون دادم، گفتم بینندگان ببینید این چک رو ایشون به اسم من نوشته ولی من زیرش نوشتم برای پناهنده ها هست، اشتباه شده، این چک هم در اینجا هست، این چکش. زمانی که این چک من توی تلویزیون نشون دادم ایشون از من دلخور شد. تا یه روز دیدمش گفتم چرا دلخوری از من؟ گفت که چرا چک منو توی تلویزیون نشون دادی؟ گفتم خب نشون دادم که بگم مردم ایشون گاه وقتایم که از شما پول میگیره کار خیرم انجام میده. تا مدتی گذشت من رفتم برای پناهنده میمدم، تا اینکه یک روزی ایشون با آقای فرهنگ فرهی بود، گفت من برنامه این پناهنده دیدم.